أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. تازه کسی اونجاست؟ پرسیدم اینجا کیست؟ سلام بانو، به خانه خوش آمدید. همه ی قصر را گشتیم، نبودید. بفرمایید نان تازه. میدانستیم اینک باز میگردید، بیشک گرسنه هستید. نان تازه پخته ایم. بلبل زبانی را خوب آموخته اید. چه کسی به شما گفت به اینجا بازگردید؟ بیایید بانو، بیایید بنشینید اینجا، مقداری نان تازه بخورید. گفتیم نکند بانو گرسنه باشد. مقداری گندم آرد کردیم و نان تازه پختیم. قدری هم آرد و گندم اینجا گذاشتیم. منتظر شدیم بانو رو ببینیم و بعد از اینجا برویم. نیازی به رفتن نیست. آدم که خانه خود را ترک نمی کند. ما که جایی را نداریم برویم بانو. از کودکی تا پیری در این قصر بودیم. کجا برویم؟ از طرفی هم به اینجا عادت کردیم، هم بانو را دوست داریم. قصد داشتیم برویم، اما به کجا؟ نمیدانیم. به ناگاه خود را بر در قصر یافتیم. من هم به شما نیاز دارم. اگر میتوانید بمانید. جز شما کسی را ندارم. بانو نگفتید امروز به کجا رفته بودید؟ به دیدار یوسف. یوسف؟ آری، یوسف. خب، او را
را دیدید؟ آری دیدم، خوب هم دیدم. هرچه او را یوزار سیب صدا زدم نشنید، تا اینکه یوسف خطابش کردم شنید و به دنبالم گشت. او هم شما را دید؟ نه، چهرم را پوشانده بودم، نمیخواستم مرا این گونه ببینن. اما خوشحالم که او را خوب دیدم. با این چشمان ضعیف؟ آری، از آن جهت خوشحالم که پیش از نابینایی کامل یوسفم را دیدم. چقدر خوش صولت و با ابهت شده بود. همه از دیدنش خوشحال بودند. گاه به مردم حسادت می کردم که چرا جز من دیگران هم دوستش دارند، و گاه مردم را تحسین می کردم که محبوب مرا همچون من بزرگ می دانند و عزیز می شمارند. به سمت سیلوها. خداوند یوزار سیف حکیم را حفظ کنه. این از درایت شماست. اگر گندم را با خوشه‌ها ذخیره نمی کردید، اینک احشام ما همه نابود شده بود. همه اینها جنایت خداوند متعال است. البته ذخیره سازی گندم با خوشه ثمرات دیگری هم دارد که بعدا خواهید دانست. نفره با نوامون فرزند هوتپی، دارای 7 سر آیله، 15 رز گوسفند، 2 عدد گاو. برای 7 نفر 70 کیل 70 دبن و برای حیوانات 2 تورکا 20 دبن، جمعاً 90 دبن. دبن ندارم. زر و زیور، طلا و نقره چه؟ آن را هم متاسفانه ندارم، اما گاو و گوسفند دارم. میپذیرید؟ مانعی نیست، گاو و گوسفند هم میتوانید بگیرید. فقط سند بگیرید که معلوم شود متعلق به حکومت مصر میباشد. آنگاه آن حیوان را به صاحبش برگردانید تا نزد خود نگه دارد. یعنی من گوسفندی رو که در ازای گندم دادم باز میتوانم پیش خود نگاه دارم؟ آری، فقط باید بدانید که متعلق به حکومت مصر میباشد و هر زمان که حکومت اراده کند میتواند آن را از شما باز بگیرد. سپاسگزارم نبی خدا، سپاسگزارم. بهتر از این نمیشود. در مقابل یکی که از گاوهایم گندم به من بدهید، کدام سند را باید مرد کنم؟ کدام؟ سپاسگزارم نبی خدا. خداوند نگهدارتان. اگر دبه نداشتن طلا و نقره و زر و زیور، اگر نداشتن رمو احشان بگیرید و بگذارید نزد خودشان باشد. اگر باز هم نداشتن خانه و املاک قبول کنید، خانه را به تنبیک حکومت درآورید و بگذارید خود بر روی آن زندگی کنند. املاک را نیز به تنبیک حکومت درآورید و بگذارید خود بر روی آن کشاورزی کنند. من که نمیفهمم این چه کاری است. نفر بعد. هدف من اجرای عدالت است. بعدن خواهید دانست. حرکت میکنیم. این معامله و معاوضه بیشتر به مزاح شبیه است. شما در قبال ثروت و املاک و حشم مردم گندم میدهید، اما چیزی را تصاحب نمیکنید. صبر داشته باش. به وقتش هم این مزاح به حقیقتی مبدل شود که برایتان قابل تصور هم نباشد.
همانقدر بدان که مصر را باید زیر و رو کرد. آنان که زبردستن زیر دست شوند و آنان که فرو دستن جایگاه بهتر یابند. یعنی ممکن است؟ اگر خداوند بخواهد. آری. استیامون، همان که روزی با غرور در بزم عود و بخور در معبد زیبای گوشه اتاقم ایستاده بودی و میخواستی شاهد گناهم باشی، من از شرم چهرت را پوشاندم. چه شده؟ چرا به زیر پا افتاده؟ میدانم مدتی است که از تو غافل شدم. میبینی که علیل و ناتوانم و از اداره امور خیش عاجز. من نه تنها تو که خود را نیز از یاد بردم. تا من صاحب جاه و جلال بودم تو نیز عزیز بودی، از خود که غافل شدم از تو نیز شدم. از تو چه پنهان آمون؟ غفلتم از تو شاید به عمد بود. میدانی همه عمر تو را تقدیس کردم، اما متاسفانه تو اصلا بنده نوازی نکردی و همیشه به من الهه معبد آمون بی توجه بودی. من از گناه در محضر تو شرم داشتم، اما تو مرا در میان مردم شرمگین دیدی و دم بر نیاوردی. به هر حال تو آمونی، آمون را خدای بزرگ مصریان. اما نه، به تازگی میخواهند خدای مصریان را تغییر دهند. یعنی یوسف میخواهد تغییر دهد. او میخواهد خدای خیش، خدای یکتا را جانشین تو کند. حق دارد. ندارد. آمون، دیدی؟ یوسف بردهی بیش نبود. خدایش او را عزیز مصر کرد. بدیهیست یوسف چنین خدایی را باید تکریم کند. چنین خدای بنده نوازی را نباید تکریم کرد.
نباید به جای آمون او را پرستش نمود؟ تو برای من چه کردی؟ لااقل بند نوازی را از خدای یوسف بیاموز. بردگی یوسف هنوز نزد من است. میبینی خدای یوسف برده ای را از حضیز ذلت به اوج عزت رساند و تو بانوی بزرگ مصر را از اوج عزت به این ذلت کشاندی. نفرین خدای یوسف و همه خدایان به خدای مفلوک چون تو که مرا به این ذلت کشاندی. اما نه، تو ناتوان تر از آنی زلیخا را ذلیل کنی. من فکر میکنم ذلت من نیز به اراده خدای یوسف است. این ذلت حق من است. من به یوسف و خدای او بد کردم. خوشا به حال یوزرسیف، چه خدای خوبی دارد. کی هستید؟ چه میخواهید؟ چه کار دارید؟ نه بانو، غذایتون را آورده ای. شما دیدید با آمون چه کردن؟ حقش بود، پیش از اینها باید این کار را می کردید. حق خدای یوسف را چگونه ادا کنم؟ چگونه او را خوشنود کنم؟ چگونه خوشنود کنم؟ اخناتون فرمان روای بزرگ مصر اولیا و سفلا. درود خداوند بر فرماندهان پیروز هرمهوپ و رودامون. اگر جناب فرمان روا اجازه دهند شرح کوتاهی از وقایع جنگ را به عرض برسانم. اگرچه در جریان پیروزی ها و توانمندی لشکر مصر و فرمانده هرمهوپ هستیم، اما شنیدن از زبان خودشان لطف دیگری دارد. این کمال لطف خدایگان اخناتون است. آموریتا به داخل مرزهای مصر هجوم آورده و قتل و غارت بسیار کرده بودند و حدود مرزها را به نفع خود تغییر داده بودند. آنها را با یک حمله برق‌آسا شکست داده، هزاران نفر از آنها را کشتیم و زن و فرزندانشان را به اسارت گرفتیم. بخش اعظم ثروت آنها به دست لشکر مصر افتاد. بعد از شکست سختی که به آنان دادیم، پادشاهشان را در مقابل همه لشکر با زن و فرزند گردن زدیم و جسد او را از پیروزی های پی در پی و جانفشانی های فرمانده هرمهوپ تشکر می کنم. عالی جناب، ماجراهای گفتنی بسیار است که باید
من تحمل شنیدن قتل و غارت را ندارم. اگرچه میدانم مصر امنیت کنونی خود را مدیون جانفشانی های فرمانده هرمروب است، اگر ایستادگی و شجاعت شما نبود شاید اکنون مصر هم نبود. جناب فرمان روا گزارشات شما را در خصوص جنگ خواهند شنید، فقط کشت و کشتارهایش را نقل نکنید. جناب هرمروب، آنگونه از جنگ سخن میگویید که خاطر خداوندگار آخناتون را نیازارد. ایناروس، فرماندهان شجاع و خسته ما را به شربتی گوارا آرامش نمی بخشید. آنها را نگاه کن، چقدر گندم میخواهند این همه حیوان آوردن. مگر شکم برآمدشان را نمیبینی؟ برای پر کردن آن شکم ها بیش از اینها گندم لازم است. آنها که هستن؟ از اهالی شمال هستن، قابلی ها آمدن گندم بخرن. یعنی آنقدر گندم داریم که به آنها هم بدهیم؟ می‌بینم که کاهنان هم برای خرید گندم آمدن. آری، آن هم سه برابر قیمت. در حال حاضر وضع معبد آمون از اینان هم بدتر است. چرا ما را یاری نمی‌کنید؟ اولا که آنها خاویدی‌ها هستند و مثل ما انسان. از طرفی آنها سال‌هاست که خراج‌گزار مصرند و بخش اعظم درآمد خود را به حکومت مصر واریز می‌کنند. حال که دچار قحطی شدند، وظیفه ماست که آنان را یاری کنیم. ولی آمون خدای ثروتمندی است، چه اشکالی دارد که بخشی از ثروت خود را خرج کاهنان معبد آمون کند؟ بود، زمانی بود، اینک دیگر آمون ثروتمند نیست. هرچه داشتن تو گرفتی. عالی جناب، او خزانه دار معبد آمون است. ناخودآگاه خبر خوبی به ما دارد. خبر خوب؟ بدن خواهید دارد. حرکت میکنم. بعضی از پیامبران بر پیامبران دیگر فضیلت و برتری دارند. پدر بزرگ، یعنی پیش از شما پیامبران دیگری هم بودن؟ پیش از من پیامبران زیادی بودن فرزندم، بعد از من هم خواهند بود. پدر همه انسانها آدم است. نوح و پدر بزرگ من ابراهیم پیش از من بودند. یوسف و دیگر پیامبران بعد از من خواهند بود. آخرین پیامبر که نام او احمد است، یکی از فرزندان اسماعیل عموی من است. پدر، کدام پیامبر از همه برتر و بالاتر است؟ آن که سیطره پیامبریش از همه گسترده تر است. هر یک از انبیا مأمور ارشاد بخشی از جهان هستند. مثلا من مأمور ارشاد قوم خیش هستم، اما یک پیامبر مأمور اجرای حکم خداوند در همه جهان است و آن آخرین پیامبر است. چرا بنیامین نیامد؟ مگر نمیداند که من منتظر او هستم؟ نگران نباشید پدر، من به دنبال او میروم.
برای درو کردن زمین رفته بودیم. اگرچه محصول چندانی ندارد، ولی همین کم را اگر برداشت نکنیم از گرسنگی خواهیم مرد. خسته بودم، گفتم اول کمی استراحت کنم بعد به دیدار. بنیامین، تو که میدانی او غروب به غروب منتظر دیدار توست، نباید او را منتظر بگذاری. خب بعضی مواقع کار پیش می آید، گرفتار می شوم. قصد کوتاهی که نیست. بنیامین، بهانه نیاور. تو نمیدانی که باید به دیدار پدر بروی؟ چرا؟ چرا؟ میدانم. میدانم. پوزش میخوام. بیش از این پدر را منتظر نگذاریم. برویم. مرا ببخش پدر. قول میدهم پس از این از صحرا که بازگشتم ابتدا به دیدار شما بیایم. زجری که در فراق یوسف میکشم مرا کافی است. تو دیگر آزارم نده فرزندم. خداوند مرا نبخشد اگر بخواهم شما را بیازارم. بعد از یوسف جز تو کسی را ندارم. دیدار تو آرامم می کند فرزندم. اگر به خاطر داشته باشید من بارها مانع تصمیم های جناب فرمانروا بر علیه معبد و آیین آمون پرستی شده بودم. نکند اکنون زمان مناسب فرا رسیده است؟ کاملا. بانو نفرتیتی و آسنات، ما را با یوزار سیف تنها بگذارید. معبد آمون هم بخش اعظم طرفدارانش رو از دست داده و هم گنجینه هایش رو. خبر دارم. بسیاری از مردم مصر هم یکتا پرست شدن. پیشنهاد میکنم در همه شهرها اعلام کنیم. از این پس دین رسمی مردم مصر آیین یکتا پرستی است. شنیدید جناب هورمهوف؟ ما یکتا پرستیم و پرستش آمون از این پس جرم و گناه محسوب میشود. علی‌رغم اینکه معبد آمون برایم قابل احترام است، اما فرمان خداوندگارم را بر باورها و عقاید خیش ترجیح می‌دهم. از تو جز این هم انتظاری نیست. همان گونه که مرزهای مصر را از دشمن پاک کردی، شهرهای مصر هم باید از شرک و بت پرستی پاک شوند. من مطیع فرمان روا هستم. از همکنون اقدام خواهم کرد. باید آماده مقابله با مقاومت‌های معبد و نزاع‌های بین یک تاپرستان و بت‌پرستان باشیم. به تمام لشکر مصر نیز باید آماده باشه کامل بدهیم. ممکن است مجبور به خاموش کردن فتنه‌ها شویم. علی‌رغم اینکه با کشتار و خونریزی مخالفم، اما چاره‌ای نیست. گاه اجتناب ناپذیر است. ما سال‌ها صبر کردیم و اقدام علیه معبد را به تعویق انداختیم که در این تغییر آیین کشتار خونریزی را به حداقل برسانیم. شما نگران نباشید، امیدوارم خونی ریخته نشود.
جناب آخناتون و یوزارسیف به شدت به یکدیگر علاقه دارند. فرمان روا به دیده یک راهنمای الهی به جناب یوزارسیف می نگرند. ای نبی خدا، دعا کنید که در این تغییر آیین خونی ریخته نشود و انسانی جان خود را از دست ندهد. برای رسیدن به ارزش‌های والا بهای زیادی باید پرداخت. ای بسا خونهای زیادی در پای نهال ایمان باید ریخته شود و همین خونهاست که قلبهای تاریک را روشن و دلهای مرده را زنده می کند. ولی با این همه من امیدوارم که خداوند یکتا پیروان خیش را یاری کرده و در این مبارزه ایمان بر کفر و شرک پیروز کرده. به سراسر مصر پیک بفرستید و در همه جا دین رسمی را یکتاپرستی اعلام کنید. به کاهنان و بزرگان معبد بگویید از این پس ترویج آمون پرستی جرم است و مولدین آن مجازات می شوند. به جارچیان دستور دهید در شهرهای گوناگون خبر را اعلام کنید. برو. امیدوارم آمون مرا ببخشد، چرا که مجبورم. من همان گونه که آمون را خدای بزرگ مصر می دانم، آخناتون را هم فرمان روای بزرگ مصر و از فرزندان خدایان می‌دانم. اگرچه آخناتون فرزند ناخلفی است و به خدایان پدر خیانت کرده و تغییر آیین داده است. من میدانستم عاقبت یوزارسیف بساط بت‌پرستان رو بخواهد شد. از کاهنان باید ترسید، آنان ساکت نخواهند نشست. خودش چه دیده این که از خدایش ببینید. اینها همه از نقشه های یوزارسیف است. بگو یوزارسیف چون مرا از اوج به زیر کشیده مخالف او هستم، وگرنه ما که از یوزارسیف جز خیر و خدمت به تهیدستان و محرومان چیزی ندیده. او به شما خدمت نکرد، من و امثال من خدمت کردیم. او گنجینه آمون را تهی و جیب امثال من را خالی کرد تا سفره گدایان و فرومایگانی چون تو را پرد. امثال تو که از یوزارسیف زخم خورده اید باید که مخالف او باشید. من متحیرم که شما چگونه خدای حی حاضر را گذاشته و خدای غایب و نادیده را پرستش میکنید. برای اینکه خدایان حی حاضر شما برای ما هیچ کاری نکردن، ولی خدای نادیده یوزارسیف ما را از قحطی و بردگی و بندگی نجات داد. ما خدای نادیده یوزارسیف را حاضرتر از خدایان قابل دید شما می دانم. فرمان خداوندگار مصر، آخناتون بزرگ و یوزارسیف حکیم، از امروز دین رسمی مردم مصر آیین یکتاپرستی است. از امروز پرستش آمون و دیگر تندیس های خفه شو، مدد، خفه شو، هیچ میدانید چه میگویید؟ کاهن، گویا سر به تنت زیادی کرده که از فرمان آخناتون سرباز میزنید. آخناتون به شما دستور داده که این مطلب را در کوی برزن فریاد کنید؟ دقیقاً،
فرمان جناب آخناتون و یوزارسیف است و هر کس با دین یکتاپرستی مخالفت کند باید محبوس شود. من می دانستم اقدامات یوزارسیف به اینجا منجر خواهد شد. هنوز بسیاری پیرو و آمون هستند. بسیاری از مردم بیرون از معبد اجتماع کردند و خواستار مبارزه با دشمنان و آمون هستند. ما مجبوریم از موجودیت خود دفاع کنیم. با یوزارسیف مبارزه میکنیم. آخناتون هنوز قدرت کاهنان معبد را نشناخته. با کدام؟ با که سرباز نداریم. با همین مردم. همین ها را اگر تجهیز کنید و اسلحه بدهید، خواهید دید چگونه مبارزه خواهند کرد. میدانستم در نهایت دین مردم مثل یک تا پرستی خواهد شد. یوزارسیف حق ندارد آیین چند هزار ساله مردم مصر را منفوت کند. ولی ما هرچه داریم از یوزارسیف و خدای او داریم. آمون و کاهنان برای ما چه کردند؟ یعنی من اینا آبا و اصداد و خدا کردم خدای ما پرستش آمون و جانبداری از او جرم نیست. اما تعرض به یگانه پرستان جرم است. بروی آمون بیا حرکت کن. آیین آمون برای کاهنان که بد نیست. بهترین تفریح، گواراترین غذاها و زیباترین زنها را در اختیار دارند. چرا مخالف آیین آمون باشند؟ آیا این درست است که یوزارسیف تمام مردم مصر را برده خود و حکومت کرده و امثال مرا به خاک سیاه نشانده؟ برای ما که فرقی نمی کند. ما از ابتدا برده بودیم و چون برده ها زندگی کردیم. برای ما که چیزی عوض نشده. بردگی برای امثال تو که برده های زیادی داشتی دردناک است. بزرگترین گناه یوزارسیف دراز کردن زبان امثال شماست. او حق دارد. از اریکه قدرت به زیر آمدن سخت است. رسمی مردم مصر آیین یکتاپرستی پرستندگان آمون و دیگر تندیسها حق تعرض به یکتاپرستان را ندارند. تعرض به یکتاپرستان جرمی بزرگ و نابخشودنی است. همه اینها کار یوسف است. میشه روی دوست خوبم؟ مردم خودش را که میپرستند کافی نیست، خدایش را نیز باید بپرستند. البته از حق نگذریم، خودش و خدایش پرستیدنی هستند.
نداری با آمون توهین کنی. آمون خدای چند هزار ساله مصر است. هیچ کس حق ندارد معترض یکتا پرستان شود. یعنی به خدای آمون خیانت شود و ما سکون. آری اگر معترض یکتا پرستان شوید جرم است. ببینی در شهر آمون، در شهر معابد و الههای گوناگون یکتا پرستان آزادن و آمون پرستان در بند. نفرین بر خدایان سرد و سنگی، نفرین بر معبد آمون. آرام باشید، نباید به خدایان آنها اهانت کنید. شما کدام طرفی؟ من دوست دارم آمون را نفرین کنم، به کاهنان اهانت کنم. و اگر به خدایان آنان اهانت کنی، آنان نیز به خداوند یکتا اهانت میکنند. نه، هرگز. اما به خداوند یکتا سوگند، آنقدر از ارباب معابد ستم دیدم که نمیتوانم خشم خدا را. چه معرکه‌ای را انداخته یوسف. حق داری، اگر خدای من هم این همه به من عنایت میکرد، زمین و آسمان را به پرستشش وادار میکرد. چه میخواید؟ با من چه کار دارید؟ عالی جناب، کافران آمون پرستی را تقویت و یکتا پرستی را ترویج میکنند. ما باید بدانیم تصمیم جناب آنخ مهو چیست. چرا کاری نمیکنید؟ چند روز است که جارچیان دین رسمی مردم را یکتا پرستی اعلام میکنند. جارچیان به طور علنی یکتا پرستی را ترویج می کنند. سرمان را در لاک خودمان فرو برده و از اطراف خود بی خبریم، در حالی که یوزارسیف کار خود را کرد و ضربه نهاری را بر پیکر آمون پرستان وارد آورد. باید کاری کرد، باید بنشینیم و نقشه ای بکشیم. آن زمان که باید نقشه می کشیدی نکشید. و آن زمان که من گفتم یوزارسیف به آخناتون را از بین ببر نبردی. الان می خواهید نقشه بکشید؟ من هر کاری که لازم بود انجام دادم. منتها هر کاری را که یوزارسیف را در اهدافش موفق می کرد، شما فقط نشستید و نگاه کردید. باید اقرار کنم یوزارسیف و خدایش بسیار توانا هستند. خدای یوزارسیف قوی نیست، ما نالایق و ضعیف هستیم. آیا پادیامون خود را داناتر از جناب آنخباهو تصور میکند؟ چرا نکند؟ وقتی از عقل و درایت آنخماهو کاری برنمی آید، بدیهیست که شمشیر پادیامون خود را کارآمدتر و برتر ببیند. ندیدم، اما قدرت او را که دیدم. خدای او را نمیدانم، اما خود یوزارسیف برایم محترم است. اصلا خدای یوزارسیف چیست که من باید بپرستم؟ اگر تو او را دیده و میشناسی بگو که ما هم بدانیم. خدای یوزارسیف همان است که تعبیر خوابهایش را محقق میکند و وعده هایش را جامعه عمل میپوشاند. من اگر خدای او را نمیبینم، آثار او و حضور او را که احساس میکنم. به من بگویید چیزی را که نمیبینم چگونه بر آمولی که در پیش چشمان من است و او را لمس میکنم ترجیف دهم؟ هر چیزی که حی و حاضر بود پرستیدنی. خدایی که هیچ گامی برای پیروان خود بر نمی دارد و هیچ دردی از آنان را درمان نمی کند پرستیدنیست. آری، خدایی که از دشمنانش به سختی انتقام می گیرد پرستیدنیست. پس پاسخ دشمنان آمون و کفار یکتا پرست همین است.
برای پادیامون و کاهنان کشتن یک انسان به سادگی آب خوردن است. چگونه توانست است انسان بیگناهی را به این سهولت نابود کند؟ من میخواستم با کاهنان مدارا کنم، اما لیاقتش را ندارند. از این پس پرستش آمون و دیگر خدایان و تبلیغ و ترویج بت‌پرستی جرم محسوب میشود. مبلغین و مروجین آن زندانی خواهند شد. اگر یک بار دیگر یک تا پرستی را بکشند، معبد را بر سرشان ویران خواهند کرد. در همه جا اعلام کنید از این به بعد بت‌پرستان حق تبلیغ ندارند و تعرض به یک تا پرستی مجازاتی سخت خواهد داشت. یوزارسیف است تا همه را وادار به پرستش خدای خود نکنند. دست بردار نیست. معلوم نیست شما از بعضی که پیش آمده خوشحالید یا ناراحت. دوست دارید خدای یوزارسیف را بپرستند یا نپرستند؟ من هنوز به تصمیم نرسیدم، اما گمان میکنم بهتر است بپرستن. ولی عده‌ای به جای پرستش خدای یوسف خود او را میپرستن. خدایش را به درستی نمیشناسن، ولی انصاف بدهی خود او پرستیدنی نیست. تا به حال فقط شما و کاهنان معبد میخوردید و پرواز میشدید، حال همه یکسان از قیمتهای سرزمین نصف برخوردارید. این اشکالی دارند؟ یوسف همه افراد مصر رو غربال میکنه، اما به جای اینکه از غربال دانه ریزها خارج شوند، دانه درشتها به زیر دست و پا میفتند. به یاد دارید یوزارسیف از کودکی برده ها و فقرا را دوست داشت. یک بار مرواریدی به او هدیه کردم، فروخت و همه را خرج کارکنان قصر کرد. همیشه با خدمتکاران و برده های قصر در حیات مجاور دیدار میکرد، همیشه به دردهایشان گوش میکرد و یاریشان میداد. ما اشتباه کردیم. در این چند سال قحطی ما فقط به فکر کاهنان و کارکنان معبد بودیم و از مردم و مشکلاتی که قحطی به بار آورده غافل بودیم. هرچه بوده گذشته، اکنون باید چاره‌ای بیندیشیم. چند نفر مأمور کشتن یوزارسیف و اخناتون شدند. ما باید سالها پیش این دو موجود خطرناک رو نابود میکردیم. من فکر میکنم هنوز هم میتوان مردم را به گرد آموند جمع کرد. با همین ثروت باقی مانده آمون میتوان مردم را تجهیز کرد. هیچ جا برای پرستندگان خدای یوزارسیف نباید امن باشد. همه جا باید در کمین آنها باشیم. تا کنون تعداد زیادی از کاهنان معبد و طرفداران آمون را دستگیر کردند. یعنی هر کس که به خدای یوزارسیف اهانت کند دستگیر میشود. پادیامون باید به همراه سربازان تحت امر خود به یکی از سیلوها حمله کرده و گندمهای او را به نفع معبد مصادره کند. میخواهم چنان زهر چشمی از آنان بگیرم هیچگاه فراموش نکنم. راه چاره این گونه نیست. این که شما میگویید خودکشی است. مصلحت اندیشی بس است.
من نمی نشینم تا دیگران برایم تصمیم بگیرن. سکوت شما همه چیز را نابود کرده. تو تنها تعدادی را به کشتن می دهی و بس. من به فکر آینده و زنده موندنم هستم، به فکر آیین آمون پرستی. تو به فکر فرو کشاندن خشم خود. آرام باش تا فکری حکیمانه بکنی. شما بنشینید و فکر حکیمانه کنید. من با سربازان تحت امر خود خوب میدانم چه کنم. امیدوارم همه چیز را خراب نکند. اگر از من بپرسی میگویم برتر و بالاتر از خود را بپرستید، موجودی که همه صفات او بالاتر از شما باشد. آیا سنگ و چوب بالاترند یا شما؟ جانوران گوناگون بالاترند یا شما؟ تردیدی نیست که همه موجودات زیر سلطه شما و پایین تر از شما هستند. یعنی ما از همه موجودات بالاتر هستیم؟ آری، شما اشرف مخلوقات و برتر از همه هستید. آیا کسی از شما میتواند موجودی بالاتر از انسان به من نشان دهد؟ خدایان، خدایان از همه برترند. خدایان که خود از سنگ و چوبند. یعنی سنگ و چوب از شما برترن؟ خدای بیجان و ناتوان و محتاجی که هیچ خیر و شری از او بر نمی آید برای ستایش لایق تر است. یا خدایی که با قدرت لایزال خود 7 سال باران نازل کرد تا شما را در زمان قحطی از مرگ نجات دهد. ما معبودی را می پرستیم که برای نجات بندگان خطاکار خود پیامبرش را فرستاد. سالها او را مورد اذیت و آزار قرار داد. سالها او را به کنج زندان انداخت تا روزی توسط او بندگانش را نجات دهد. اگر پا از معبد بیرون بگذاریم همه خواهند فهمید که قصد جنگ داریم و بدیهی است که به مقابله خواهند پرداخت. پس بهتر است لباسهای مبدل بپوشید و در زیر لباسها سلاح هم کنید. رأس نیمروز که خورشید عمود تابید در محل سیلوها باشید. من با سربازان تحت امر خود مثل گذشته برای گرفتن گندم به محل سیلوها میاد. موقعیت که مناسب بود به کارکنان و نگهبانان سیلوها حمله میکنیم و تمام گندمها را به نفع معبد مصادره میکنیم و هر کس را که مقاومت کرد میکشیم. حال به دسته های 3 و 4 نفره تقسیم شده و به تدریج از معبد خارج شدیم. در ضمن همه 4 پایان را هم برای حمله گندم با خود ببرید. Thank you.
هم دیگه نشده باشند. همه در زیر لباس شمشیر بستی بودند. عجله کنی! چه شده؟ ما هم مثل دیگران آمده ایم گندم بگیریم. پیش از این معبد از شما گندم دریافت نکرده است؟ نفر بعد. سیکه! نفر بعد.